درود میگویم به هر یک شما تماشابینان برنامه های کمین شو. این من باز نعمت سلیم زاده و این نشر 26 برنامه ما می باشد. ما خواستیم که برنامه من را همچون نشر مخصوص پیشنیاد نمویم. پس بیاید ما را تماشا کنید و در آخر خواهید فهمید که برنامه این نشر مخصوصی ما چگونه خواهد بود. دوستان، حالا اگر پاپ سرودهای کوریاگی را در نزد کلان سالن پخش کنیم، پس آنها چیزی را از سرودها سرفهم نمی روند و برایشان حتی ناراحت کننده است. لیکن حالا ببینید که برای جوانان از 16 تا 25 ساله ما این گونه سرودها چی تفت گویا لذت بخشند. آنها این سرودها را هر روز می شنوند و با هوای آنها رقص می کنند. اگر به تاریخ پیدایش ژانرهای پاپ نظر کنیم، پس همین گونه حادثه در اول پیدایش آنها بود. در اول سالهای 90 در کره جنوبی مردم فکر میکردند که کپاپ یک ژانر استثنایی برای نورسان و جوانان است، ولی آهسته آهسته کار به جای رسید که دانشجویان درس را پرتافته با کنسرت این گونه سرایندگان میرفتند و دختران مثل پاسبان گرد خانه ستاره های کپاپ خیمه میزدند. ما از همین وقت آنها را ایدل یا بودها نامیدند. در اول سالهای 2000 معروفیت گروه های کوریاگی از کره بیرون رفتن گرفت. همش از کنسرت های خورد در خارج و مثل امریکا و اروپا آغاز یافت. در سال 2012 پاک جسن خیت ویروسی گنگنم ستایل را برآورد و گمان می رود که مسعود توانست با این یوتیوب قریب 5 میلیارد مراتبه دیدن. همین طور گروه های که پاپ با طور نظرست در میان جوانان موقع پیدا نمودند و امروز برای آنها بعض نورسان ما را خواب نمیبرد. که پاپ گروه ها حالا در ریتینگ موسیقی جای اول را میگیرند. محبوبیت گروه BTS را ببینید که توانست در پلتفرم تیک تاک رکورد جهانی گذارد. همگی در دوام 3.5 ساعت از لحظه ثبت نام خود آنها در تیک تاک 1 میلیون مشتری پیدا کردند و پس از 10 ساعت علاقه 2 میلیون شدند. خلاص، در باره تاریخ محبوبیت و عامل های بچونین صد رسیدن گروه های کوریاگی با سرود و موسیقی های خود ما یک برنامه مخصوص را آماده کرده استودیم. ولی حالا باشد، می خواهیم در باره 20 نماهنگ بهترین و پربیننده کپاپ در نیم ساله اول سال 2023 گفته گذاریم. باید گفت که این 20 نماهنگ بر اساس ریتینگ گینیوس کره بزرگترین سایت کوریاگی آماده شدند. این سایت اساساً در بخش فرهنگ و موسیقی و مود به خوانندگانش معلومات میدهد و کپاپ از جمله موضوعهای پربیننده این سامونه میباشند. اگر از آخر به اول حرکت کنیم، پس در جای 20 نماهنگ را از The Boys قرار دارد. سرود آخر ماه فوریه نشر شده، حالا آن را 34 میلیون مرتبه تماشا کردند. در جای 19 نماهنگ کارما از بلیکس وان میستد که ماه می نمایش داده شد، حالا آن را بیش از 5 میلیون تماشا کردند. سرود دروینگ بابی از ایکن فیت سال ماه مارت امسال برای مخلصان پیشنهاد گردید و آن را تا امروز قریب 7 میلیون تماشا کردند. این سرود در جای 18 روی خط قرار دارد. در 17 زینه سرود وانت یو از تابر میستد که 4 ماه پیش منظور تماشابینان گردیده بود و حالا آن را حدود 0.5 میلیون دیدند. ماه فوریه امسال نماهنگ سویت جویس از پوپلسکیس رونمایی شد که تا امروز آن را بیش از 8 میلیون مرتبه دیدند. در 15 زینه نماهنگ قرار گرفته است که علاقه حدود 100 را گذشته آن را 102 میلیون مرتبه تماشا کردند. این نماهنگ کپید از 50-50 می باشد. سرود ستیل زی شو از شانا و جف ساتورنیز ماه فوریه رونمایی شده است و تا امروز آن را قریب 5 میلیون تماشابین دیده است. سپیس از ایسپا در زینه 13 قرار گرفته است، گرچند آن را ماه می نشر کردند، اما حالا بیش از 93 میلیون تماشابین را گرد هم جمع آورده است.
در زینه 12 سرود آیسی که از کارت با بیش از 13 میلیون تماشابین قرار گرفته است و این سرود را ماه می نشر کرده بودند. Me Life از 17 ماه می نشر شده و تا حالا آن را بیش از 25 میلیون مرتبه تماشا کرده اند. دوستان، خاطرسان میکنیم که ما در باره تاپ 20 نماهنگ پاپ در نیم ساله اول سال 2023 گفته ایستادیم. حالا باشد با شما نماهنگ اووردرایو آی ام از مونستر ایکس رو معرفی میکنیم که در زینه دهم قرار دارد. این سرود ماه ایون نشر شده، تا امروز اون رو بیش از 5 میلیون مرتبه در یوتیوب تماشا کرده اند. بونسی از آتیز ماه ایون به نشر رسیده، تا امروز قریب 50 میلیون تماشابین را گرد هم آورده است. چشیه از ITZY هرچند آخر سال 2022 نشر شده است، اما تا امروز این سرود را بیش از 2 میلیون مرتبه تماشا کرده اند. 12 اپریل در یوتیوب سرود ناک از لی جیون رو نمایش شد، تا امروز اون رو بیش از 27 میلیون مرتبه تماشا کرده اند. بار دیگر خاطررسان میکنیم که ما در باره تاپ 20 نماهنگ پاپ که بر اساس سامونه گینیس کره آماده شدن حرف زده ایستادیم. ما در جدول با ششم نماهنگ رسیدیم که این سرود اس کلاس از استرای کیدز میباشد. سرود را 1 ایون نشر کردند و تا امروز بیش از 75 میلیون تماشابین آن را دیده است. با تو پنج نماهنگ این روی خط سرود Save Me, Kill Me از CIX داخل می شود که این سرود از ماه مای این جانب قریب 11 میلیون تماشابین را گرد هم آورده است. Track House از Psychos نیز از بهترین نماهنگ به حساب می رود و آن را ماه مارس به نمایش دادند و تا امروز بیش از 26 میلیون مرتبه او را دیدند. هیدیوم از آگوستی در زینه سیومی تاپ 20 نماهنگ پاپ در نیم ساله اول سال 2023 قرار دارد. نماهنگ را آخر ماه اپریل نشر کردند و تا امروز 46 میلیون نفر آن را دیده است. دیتو از نیو جینز آخر سال 2022 نشر شده، آن را تا امروز قریب 39 میلیون مرتبه تماشا کردند. همین طرف دوستان، ما رسیدیم به نماهنگ الیج از ایدل که در روی خط تاپ 20 کلیپ بهترین پاپ در نیم سال اول سال 2023 در جای اول قرار دارد. این نماهنگ را ماه می نمایش دادند و تا امروز بیش از 65 میلیون تماشابین را در یوتیوب جمع آورده است. با همین عزیزان، ما رسیدیم به فرجام نشر 26 برنامه خود. در این نشر مخصوص برنامه ما به شما در باره تاپ 20 نماهنگ پاپ که در نیم سال اول سال 2023 بهترین دانسته شدن قصه کردیم. البته فرصت برای نشر کامل هر یک این سرودها را در برنامه ما نداریم. برای همین ما تصمیم گرفتیم که در دوام روزها از این سرودها به طور کامل به شما پیشکش نماییم. برای همین با ما بمانید تا بهترین ها رو یک جا تماشا نماییم. تا دیدن، خیر.